بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان و دوست داشتنی. دانش آموزان عزیز سلام. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خیلی خوب و دلتون خوش و خرم باشه و سایه لطف و عنایت خداوند بر تمام لحظات زندگیتون گسترده باشه. با بررسی سوالات پرتکرار درس علوم و فنون ادبی در خدمتتون هستیم در امتحانات نهایی. پیش از آغاز این مبحث لازم هست که مراتب سپاسگزاری خودم رو از اداره کل آموزش پرورش استان و همچنین همکاران پرتلاش و گرانقدرم در پایگاه کیفیت بخشی به جای بیاورم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که در خدمتتون باشم، همگام و همراه شما در امتحانات نهایی باشم که انشالله بتونید به بهترین شکل ممکن این امتحانات رو پشت سر بذارید، با کسب نمره عالی راه رو برای موفقیت‌های آینده خودتون هموار بکنید. همه شما از اهمیت این درس در رشته خودتون آگاه هستید و میدونید که کسب نمره عالی در این درس چقدر میتونه راه رو برای شما هموار بکنه که بتونید به آرزوهاتون برسید و بتونید اون هدفهایی رو که برای خودتون ترسیم کردید بهش دست پیدا بکنید. پس لازم هست که تمام انرژی و توانتون رو بذارید که از این درس نمره خیلی خیلی بالایی کسب بکنید. پیش از این که من سوالها رو به اشتراک بذارم اینجا و بررسی بکنم و پاسخ بدم، لازم هست که گذرا به ساختار این کتاب بپردازم، بارونبندی این درس رو شرح بدم، همچنین به این نکته ها اشاره بکنم که شما در هر بخش با چه سوالهایی روبرو خواهید شد و برای پاسخ دادن به اون سوالها نیاز به چه دانش ادبی دارید. پس ابتدا با همدیگه بررسی می‌کنیم بارونبندی این درس رو و سپس به ساختار کلی این کتاب خواهیم پرداخت. خب همونطور که می‌بینید اینجا بارونبندی درس علوم و فنون ادبی رو داریم که شما در امتحان نهایی انشالله با چنین بارونبندی روبرو خواهید بود. مبانی تحلیل متن، تاریخ ادبیات و سبک شناسی 4 نمره داره، موسیقی شعر 6 نمره، زیبایی شناسی 6 نمره، نقد و تحلیل نظم و نثر هم 4 نمره که مجموعش میشه 20 نمره. در پایان هم یادآوری کرده که مورد سومش رو ببینید، یادآوری کرده که نیمه اول کتاب یعنی 6 درس اول 8 نمره داره و نیمه دوم کتاب یعنی 6 درس دوم 12 نمره داره. باید با توجه به نمراتی که بهش تعلق میگیره بهش اهمیت بدیم. اما اینکه ساختار کتاب چگونه است و ما چگونه باید این درس رو بخونیم، همونطور که میبینید این کتاب شامل 4 فصل هست. فصل اول شامل درس 1، 2 و 3، فصل دوم درس 4، 5 و 6 هست که تا اینجا مربوط به نوبت اول بود یا نیمه اول کتاب. در هر فصل بچه ها میبینید 3 درس گنجانده شده. 1 درس مربوط به تاریخ ادبیات هست، ببینید اینجا درس 1، در فصل دوم درس 4، در فصل سوم درس 7 و در فصل چهارم درس 10. 1 درس مربوط به موسیقی شعر هست یا همون وزن شعر، در فصل 1 درس 2 هست، بعد درس 5 و بعدش درس 8 و در پایان هم درس 11. و یکی از این درس های هر فصل مرتبط هست با زیباشناسی یا موضوعش همون آرایه های ادبی هست که در فصل 1 درس 3 هستش، در فصل بعد درس 6، فصل 3 درس 9 و فصل 4 آخرین درس یعنی درس 12 هست. پس ساختار فصل ها به این شکل، هر کدوم از این فصل ها شامل 3 درسه و هر درس هم شامل 1 موضوع. و آنچه که نباید بچه ها فراموش بکنید
اینه که در هر فصل، پایان هر فصل، ما کارگاه تحلیل فصل رو داریم که خیلی میتونه جمع‌بندی خوبی باشه برای اینکه ببینید آیا مطالب اون فصل رو به خوبی یاد گرفتید یا نه. خیلی با دقت کارگاه تحلیل فصل رو مطالعه بکنید و به سوالاتش پاسخ بدید. خیلی میتونه راهگشا و مفید باشه براتون. خب این که هر درس رو چگونه بخونیم و به چه مطالبی باید اهمیت بیشتری بدیم و شیوه خوندن هر فصل چگونه است، با توجه به این که هر فصل 3 درس داره و هر درس هم موضوعش متفاوته، پس ما باید به شکل متفاوتی هر درس رو مطالعه کنیم. معمولا به 2 روش بچه ها این درس رو مطالعه می کنند و به 2 روش همکاران من و دبیران ادبیات پیشنهاد می دن. یک روشش این هست که شما درس 1 رو بخونید، بعد برید سراغ درس 2، درس 3، درس 4 و تا به درس پایانی یعنی درس 12 برسید. یک روشش هم خوندن موضوعی هست که من پیشنهاد می کنم شما به این روش اگر بخونید شاید مفیدتر باشه براتون. یعنی ما بیاییم ابتدا درس هایی که موضوع یکسانی دارند رو با هم دیگه بخونیم. مثل درس 1، ابتدا درس 1 رو بخونیم که موضوعش تاریخ ادبیات قرن‌های 12 و 13 هست یا دوره بازگشت و بیداری. بعد از اون بریم سبک شناسی همون فصل رو یا همون سبک رو بخونیم. درس 4 سبک شناسی همون قرن‌های 12 و 13. بعد از اون بریم درس 7 رو بخونیم که تاریخ ادبیات قرن 14 هست یعنی دوره معاصر و انقلاب. و پس از اون بریم درس 10 رو بخونیم که مربوط به سبک شناسی این دوره هست یعنی دوره معاصر و انقلاب اسلامی. بعد از اون برگردیم به درسی که مرتبط هست با وزن شعر، یعنی درس 2 رو بخونیم، بعد بریم سراغ درس 5، درس 8 و درس 11 که این 4 درس موضوعشون وزن شعر یا همون موسیقی شعر هست. بعد از اینکه این موضوع هم به پایان رسوندیم برگردیم به درس 3 که موضوعش زیبایی شناسی یا همون آرایه های ادبی هست که 3 آرایه ادبی در درس 3 هست. درس 6 باز 3 آرایه دیگه، درس 9 باز از 3 آرایه سخن گفته و درس 12 هم 3 آرایه دیگه رو معرفی کرده و توضیح داده. پس به این شکل اگر بخونیم به نظرم از وقتمون بهینه استفاده کردیم و شاید بهتر بتونیم مطالب رو با مقایسه با هم دیگه و ربط دادنش با هم دیگه بهتر بتونیم فرا بگیریم و توی امتحان سریعتر بازیابی بکنیم اون مطالبی که در ذهن داریم و به ذهن سپردیم. خب به هر حال هر کدوم از این 2 شیوه که انتخاب کردیم برای مطالعه، حالا بیایم ببینیم که چطوری باید اون درس رو بخونیم. فرض کنیم که ما مطالعه موضوعی رو انتخاب کردیم، یعنی بیایم ابتدا تاریخ ادبیات ها رو بخونیم. چطوری این درس 1 رو بخونیم و همچنین درس 4، 7 و 10 رو؟ خب بچه همونطور که میدونید درس های تاریخ ادبیات تکیه و تاکیدش بر حفظیات هست، یعنی شما باید حفظ کنید و به خاطر بسپرید، مخصوصا درس 1 و درس 7 که این 2 تاریخ ادبیاته و درس 4 و درس 10 سبک شناسی است. درس 1 و درس 7 رو باید یک بار از ابتدا تا انتها بخونید، بعد از اون خلاصه نویسی بکنید برای خودتون. مثلا اگر میبینید درباره ده خدا نصف صفحه توضیح داده یا 5 سطر 6 سطر توضیح داده، اینو سعی بکنید در 2 سطر در 1 سطر خلاصه کنید. کی شما میتونید خلاصه کنید؟ وقتی یک بار کامل بخونید و حفظ کنید. یعنی یک بار مثلا درباره ده خدا شما از ابتدا تا انتها بخونید، یک بار درباره مثلا مبحثی که مرتبط هست با ملک و شعرهای بهار از ابتدا تا انتها بخونید ببینید چه نکته هایی مهم هستش، اون نکته ها رو در 1 سطر، در 2 سطر، در 4-5 جمله برای خودتون خلاصه کنید. این خلاصه ها بعدها به دردتون میخوره وقتی در
پایان روز یا حالا چند ساعت مونده به آزمون میتونید مرور بکنید و فرصت خوبی هست برای مرور کردن. شما دیگه نیاز نیست که ابتدا تا انتهای کتاب رو بخواید مرور بکنید. سوالاتی که تو این بخش بهتون میدن بچه ها گاهی وقتا جا خالی هست، گاهی شاعری رو معرفی میکنن از شما میخوان اسمش رو بگید، گاهی موضوع یک کتاب رو معرفی میکنن شما باید نام کتاب رو بگید، یا نام کتاب رو از جدول یا از کمانک و پرانتز انتخاب بکنید. هر نوع سوالی میتونن بهتون بدن تو این قسمت و تنوع سوالات زیاد هست. دست طراح سوال هم برای ایجاد سوالهای متنوع باز هست. چون معمولا امتحانات نهایی درس فنون با درس با مبحث تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی آغاز میشه، یک شروع خوب میتونه براتون باشه اگر مسلط باشید، اگر خوب بخونید قسمت تاریخ ادبیات رو. و معمولا هم سوال پیچیده نمیدن، سوالات شما میخواید انتخاب بکنید، یا دو گزینه ای هست یا چهار گزینه ای هست یا جدولی هست که شما میخواید انتخاب بکنید. ها، با توجه به این موارد اگر مطالعه خوب داشته باشید در درس یکم، چهارم، هفتم و دهم، یک شروع خوب میتونه باشه براتون. دلگرم میشید، انگیزه میگیرید و با انگیزه و انرژی بیشتری سوالات رو پی میگیرید و سعی میکنید که بهترین نمره رو کسب بکنید. بعد از اون میرید سراغ درس چهارم و درس دهم که هر دو موضوعش سبک شناسی هست. وقتی این دو درس رو میخونید بچه ها سعی بکنید که به شکل مقایسه ای یادداشت بکنید برای خودتون. یعنی اینکه مثلا یه صفحه مثل صفحه‌ای که الان می‌بینید رو بردارید، یه کاغذ وسطش یه خطی بکشید، این قسمت می‌نویسید مثلا سبک بازگشت و بیداری، و در یک بخشش هم می‌نویسید سبک معاصر یا انقلاب اسلامی، معاصر و انقلاب اسلامی. به شکل مقایسه‌ای بخونید، یعنی اینکه این الان مربوط به درس چهار هست، درسته؟ این درس چهارم هست. مثلا در درس چهارم شما در قلمرو زبانی چه نکته هایی رو میخونید؟ نکته های اصلی رو اینجا یادداشت بکنید و روبروش باز هم بنویسید قلمرو زبانی شعر و نکته های اصلی رو یادداشت میکنید به شکل مقایسه‌ای. مثلا در قلمرو ادبی ما در سبک بیداری در مورد آرایه‌های ادبی چه نکته خاصی رو داریم؟ این که در سبک بیداری توجه کمتر به آرایه‌های ادبی، درسته؟ اما در دوره معاصر و انقلاب توجه به آرایه‌های ادبی چطوره؟ باز هم کمتره یا نه؟ خیلی در دوره انقلاب اسلامی استفاده طبیعی از آرایه‌های ادبی، از بدی و معانی الان به شکل مقایسه است. اینطوری بیشتر تو ذهنتون میمونه که در دوره سبک بیداری ما چه ویژگی‌هایی رو در شعر و نثر داشتیم و در دوره معاصر چه ویژگی‌هایی. بچه‌ها علاوه بر این که این درس به شکل سوال حالا کوتاه پاسخ یا توضیحی یا جای خالی میتونن بهتون بدن، از این دوتا درس میتونید بهره ببرید برای قسمت چهارم سوالات، که قسمت چهارم نقد و تحلیل نظم و نثر بود. یعنی شما وقتی میبینید که نثری یا نظمی و شعری در سبک معاصر و ادبیات انقلاب به شما دادن، بررسی میکنید ببینید کدومی که از این ویژگی هایی که شما در درس دهم خوندید، در سبک‌شناسی معاصر خوندید، کدومی که از اون ویژگی ها در اون متنی که بهتون دادن میبینید، به اونها اشاره بکنید. یا در قسمت ادبیات دوره بیداری هم به همین شکل، در سبک دوره بیداری مثلا وقتی شعر عارف قزوینی بهتون دادن، گفتن که ویژگی های فکریش رو بنویسید، ببینید سبک دوره بیداری در مورد قلمرو
فکری یا ویژگی های فکری به چه نکته های اشاره کرده. سعی کنید همون نکته هایی که در درس چهارم بهش اشاره شده رو در شعری که بهتون دادن یا نثری که بهتون دادن پیدا بکنید و بهش اشاره بکنید. این مورد خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. بعد از اینکه بخش تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی رو مطالعه کردید و به پایان رسوندید و یادداشت برداری کردید، خلاصه نویسی کردید که حتما این کار رو باید انجام بدید بچه ها، چون تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی با یک بار خوندن نمیتونید مسلط بشید بهش، باید حالا روز چند ساعتی قبل از امتحان یا شب قبل از امتحان این موارد رو مرور بکنید تا در ذهنتون بمونه. اگر فرصت دارید صبح قبل از امتحان هم این کار رو انجام بدید، چون تنها موردی که شما میتونید بخونید و ممکنه فراموش بکنید همین مورد هست، یعنی همین بخش تاریخ ادبیات و سبک شناسی هست، وگرنه بحث زیبایی شناسی یا بحث موسیقی شعر شما فراموش نخواهید کرد، من مطمئن هستم. موضوع بعد بررسی پایه‌های آوایی هست یا بررسی موسیقی شعر یا همون وزن شعر هست. میریم سراغ موسیقی شعر یا وزن شعر. میدونید که پایه اصلی موسیقی شعر تقطیع هست بچه‌ها. شما سر جلسه امتحان نهایی به اندازه کافی وقت دارید، مثل جلسه کنکور نیست که نگران از دست دادن زمان باشید، فرصت کافی دارید بیت‌ها رو با دقت تقطیع بکنید. تقطیع کردن رو من میدونم شما اکثرا مسلط هستید، اما کم توجه نباشید به تقطیع، دست کم نگیریدش. گاهی وقتا یک اشتباه ممکنه که یک نمره دو نمره از دست بدید تو این قسمت. سعی کنید بیتی که بهتون میدن رو به شکل ریتمی و با آهنگ بخونید، در ذهن خودتون زمزمه بکنید و بعد از اون برید سراغ تقطیع کردنش. مثلا اگر بیتی بهتون دادن علا یا ایها الساقی، به شکل ریتم و با آهنگ بخونید علا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد و مشکلها. این مصرع دومش رو دقت بکنید، که عشق آسان نمود اول. پس ما به همین شکلی که میخونیم باید تقطیع کنیم، عشق آسان نمود اول، ما اول نداریم دول داریم. اگر با آهنگ و با ریتم بخونید بهتر میتونید وزن شعر رو تشخیص بدید یا میتونید بهتر اون رو تقطیع بکنید. سر جلسه امتحان هم اگر در تعیین هجاها دیدید ابهامی دارید، دستتون رو ببرید بالا و بخش بکنید که عشق آسان، همونطور که کلاس اول ابتدایی ها بخش میکنن، نمود اول ولی افتا و الی آخر. پس قشنگ دستتون رو خودکارتون رو بذارید روی میز و دستتون رو بالا ببرید، بخش بکنید و همین طوری که بخش میکنید بچه ها یادداشت بکنید و بنویسید. یعنی اینطوری نباشه که ابتدا تا آخر بخش بکنید بعد شروع کنید به نوشتن. کتابتون موقع تقطیع به شکل سه خطی تقطیع کرده، خب ولی شما سعی بکنید با چهار خط تقطیع کنید. منظورم چیه؟ اینه که مثلا کتابتون به این شکل اومده، اگر مصرع دوم همین شعری که خوندم بخوایم تقطیعش کنیم، که به این شکل اینطوری تقطیع کنید بچه ها، یعنی خط به محض که هجا رو خوندید خط بکشید که اش قا سان ن مو دو ول. کتابتون دو خط تقطیع کرد، سه خط تقطیع کرده یعنی چی؟ یعنی این که مصرع اول رو ابتدا نوشته، مثلا ا لا یا و الی آخر، الا یا ایها الساقی، بعد مصرع دوم رو نوشته. ببینید خط اول مصرع اول، خط دوم مصرع دوم،
و در سطر سوم یا خط سوم علامت هر دو مصرع رو با هم گذاشته. مثلا برای هجای اول هر دو مصرع علامت کوتاه گذاشته، این علامت کوتاه برای هر دو تا هست. اما من پیشنهاد کردم که شما بیایید چهار خطه تقطیع کنید به این شکل که ابتدا مصرع اول رو بنویسید، ا خط بکشید، لا یا ای یو حس سا قی. خب نمیخوایم تا پایان برسونیم مصرع رو، همینجا کافیه. بعد علامتش رو بذارید، ا لا یا ای یو حس سا قی. این سطر دوم یا خط دوم. باز بریم سراغ مصرع دوم، که اش قا سان ن مو دو ول. باز علامتش میذاریم، که اش قا سان، حواستون به نون ساکن باشه، ن مو دو ول. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ دو ول، این کلمه که اول بود، ما موقع خوندن این مصرع همزه رو حذف کردیم، پس یک اختیار شاعری اینجا اتفاق افتاده، درسته؟ شاعر از یک اختیار اینجا استفاده کرده. بچه ها اینو دقت داشته باشید، مخصوصا در حذف همزه. خب الان ما چهار سطر نوشتیم، مصرع اول، علامت مصرع اول، مصرع دوم و علامت مصرع دوم. به همین شکلی که من تقطیع کردم، بچه ها ابتدا مصرع اول رو بنویسید، همزمان که هجا رو می‌نویسید خط رو بکشید. این خطی که می‌کشید ممتد باشه و تا پایین باشه. بچه ها اینطوری نباشه که مصرع اول مثلا بنویسید، فرض کنید اینجا ا لا، بعد خط رو بکشید، بعد مصرع دوم رو مستقل بیایید تقطیع کنید، مثلا که اینجا و اش قاف الی آخر، خطش رو جدا بیایید رسم بکنید. اینطوری نباشه، این اشتباه در میاد تقطیع شعرتون. دلیلش اینه که شما در کلاس دوازدهم با اختیارات شاعری آشنا شدید. شما کجا پی میبرید به اختیار شاعری؟ اون جایی که هجای مصرع اول با مصرع دوم یکسان نیست. یعنی مثلا اگر اینجا ما در یو هجای کوتاه داشته باشیم و پایینش هجای بلند داشته باشیم، میگیم اینجا مثلا اختیار شاعری اتفاق افتاده یا شاعر از اختیارش استفاده کرده، درسته؟ مثلا به این شکل اگر باشه، اینجا فرض کنید اینجا هجای کوتاه باشه، پایینش هجای بلند باشه، میگیم اینجا شاعر از اختیارش استفاده کرده. اگر ما این دوتا رو، دوتا مصرع رو علامتش رو با هم بذاریم، متوجه نمیشیم کجا شاعر از اختیار استفاده کرده. به این دلیله که من میگم حتما بچه ها به شکل چهار سطری یا چهار خطی بیایید تقطیع بکنید و دقت هم داشته باشید که جایی که نون ساکن دارید به قبل از نون ساکن توجه بکنید، که جای مصوت بلند یه وقت نباشه و شما باید توجه بکنید که اون نون ساکنش رو چه برخوردی باش داشته باشید. اینکه در پایان مصرع ها دقت بکنید که حتما باید هجای بلند استفاده بشه، حتی اگر هجای کوتاه یا هجای کشیده است، ما اون رو بلند به حساب میاریم. به حذف همزه ها هم در خوندن شعر دقت بکنید. مثل اینجا نگاه کنید که عشق آسان، ما درست خوندیم و همونطوری هم نوشتیم، اما باید حواسمون باشه که اینجا یه همزه رو حذف کردیم. ممکنه سوال بهمون بدن که در این بیت چند بار حذف همزه اتفاق افتاده، یا تمام اختیارات شاعریش رو توضیح بدید. بس اینجا ما یه اختیار شاعری داریم و اینجا هم یه اختیار شاعری، درسته؟ بس این نکته ها توجه بکنید و هرگز هرگز تقطیع رو دست کم نگیرید، بهش کم توجهی نکنید. یه وقت میبینید یه اشتباه باعث میشه که نمرتون از دست بدید. دیگه این که در بیت هایی که خود ارزیابی اومده یا در کارگاه تحلیل فصل اومده توجه بکنید و
هیچ وقت بچه ها اعتماد نکنید که من مثلا این بیت رو بلد هستم که تقطیعش کنم، یعنی به شکل ذهنی تقطیع کنید. هرگز این کار نکنید. واقعا وقتی تمرین میکنید و میخواید بخونید برای امتحان نهایی، یک کاغذ جلوی خودتون بذارید و واقعا تقطیع بکنید، ببینید آیا درست واقعا تقطیع میکنید. بسیار از دانش آموزا ما داریم که فکر میکنن تقطیع خب خیلی کار ساده ایه و به محض که بیتی رو نگاه میکنن یا خب این که من تقطیعش بلدم، اما وقتی کاغذ برمیداره و خودکار برمیداره شروع میکنه به تقطیع کردن، میبینید که یکی دو جا اشتباه داره و این تقطیع کردن مثل حلقه های یک زنجیر هست که کافیه یک جاش اشتباه کنید و پاره میشه و دیگه شما نمرتون رو از دست میدید. بس به همین دلیله که میگم تمرین بکنید، یعنی برای امتحان نهایی حداقل 4-5 بیت رو قبل از امتحان تقطیع کنید، روز قبلش تمرین کنید و تقطیع بکنید تا در ذهنتون باقی بمونه که کجا باید همزه رو حذف کنید، کجا نون ساکن رو باید بهش توجه داشته باشید و بقیه مواردی که شما در کتاب درسی و در کلاس های مدرسه‌تون آموختید. شما در درس دو با پایه های آوایی ناهمسان آشنا میشید، با همسان های تکلختی و دولختی در کلاس دهم و یازدهم، میخوام در کلاس یازدهم آشنا شدید. اینجا هم ازتون سوال پرسیده میشه، بارها در امتحان نهایی این سوال اومده که کدامی که از بیت های زیر پایه های آوایی همسان تکلختی دارن، همسان دولختی دارن یا ناهمسان دارن. یکی از سوالات پرتکرار همین هست، پس دقت بکنید که اونجا هم ریسک نکنید، بیایید تقطیع بکنید، وزنش رو پیدا بکنید، بعد تعیین بکنید که همسان هست ناهمسانه یا اگر همسانه تکلختی یا دولختی. شما که فرصت دارید بس بیایید تقطیع بکنید و با اطمینان به اون سوال پاسخ بدید و به هر حال شاید تسلط کافی و کامل بر وزنهای شنیداری یا سماعی نداشته باشید و باعث بشه که نمره از دست بدید. در درس پنجم که باز هم مربوط به موسیقی شعر یا همون وزن شعر هست، ما با اختیارات زبانی آشنا میشیم و در درس هشتم با اختیارات وزنی. این دوتا درس رو سعی کنید با هم دیگه بخونید و مواردش رو به شکل خیلی خلاصه یا گوشه ای از کتابتون یادداشت بکنید. مثلا ما در اختیارات زبانی چی داریم؟ مواردش رو در یک گوشه یادداشت بکنید. یک، امکان حذف همزه. دو، تغییر کمیت مصوت ها. همین دوتا هستن. حالا تغییر کمیت مصوت ها خودش به دو دسته کلی تقسیم میشه. بلند تلفظ کردن هجای کوتاه. بچه ها اسم ها رو دقیق یاد بگیرید. بلند تلفظ کردن هجای کوتاه یعنی چی؟ یعنی این که یک هجا کوتاه هست، ما اون رو بلند تلفظ میکنیم. یعنی وقتی از اختیار میخوایم استفاده کنیم باید خط بزنیم و بلند تلفظ کنیم. اینو ما چیکار کردیم؟ ما یک هجای کوتاه رو بلند تلفظ کردیم. پس اسمش چیه؟ بلند تلفظ کردن هجای کوتاه. یک هجای کوتاهی ما داشتیم اینجا، بلند تلفظش کردیم. در چه مواردی این اتفاق میفته؟ نام ببرید برای خودتون یادداشت بکنید. خیلی جاگیر نیست. یک، ضمه پایان کسره اضافه. دو، واو عطف و واو ربط. سوم، مصوت کوتاه پایان کلمه. من اینو خب فقط میخوام یادآوری بکنم، نه اینکه میخوام تدریس بکنم. شما با مراجعه به اون درس کامل اون مطالب رو خواهید خوند. اما بچه ها این تلفظ، بلند تلفظ کردن هجای کوتاه نیومده به شکل یک و دو و سه نام ببره، کنار هم دیگه خیلی کوتاه و کوچیک نوشته و شما باید بهش توجه بکنید. مورد سوم یعنی چی؟ مصوت کوتاه پایان کلمه یعنی مثل کلمه همه، مثل کلمه نامه که آخرش چیه؟ مصوت کوتاه ا هست. ما این مصوت کوتاه رو میتونیم بلند تلفظش کنیم، یا کلمه تو، یا کلمه
چو، همچو، خب این هجای کوتاه دیگه، چو هجای کوتاه، پایان کلمه هم هست. پس این میشه منظور از این مثبت کوتاه پایان کلمه، این هست. این موارد مربوط به اختیارات زبانی بودن. اختیار وزنی چیه؟ خب چهار مورد بود. یک، اینکه هجای پایان مصرعها همیشه بلند هست. دو، آوردن فاعلاتون به جای فعلاتون. مورد سوم، ابدال. و مورد چهارم چی بود؟ یادتون هست؟ قلب. درسته؟ خب اینها رو در ذهن داشته باشید، یکی دو مثال حل بکنید، مطالب اون درس رو مرور بکنید. معمولا از مثالهای خود کتاب توی امتحان نهایی میاد، اما اگر نیومد هم جای نگرانی نیست، شما با تمرین میتونید به راحتی به این سوال پاسخ بدید و 6 نمره در این قسمت رو به دست بیارید که نمره بسیار زیادی هم هست. در درس 11 خیلی نکته آسونی اشاره کرده، گفته که وزن شعر نیمایی چی هست. شما بخشی از شعر نیمایی مثل شعر کلاسیک هست، فرقی نمیکنه. یک بخشی از شعر بهتون میدن، مثلا تو را من چشم در راهم، خب وزنش رو بگید. نکته دیگه‌ای که در درس 11 بهش اشاره شده بچه‌ها، نام بحرها هست. حواستون باشه اونجا این نکته اشاره کرده، اینکه مثلا به فاعلاتون چی میگیم؟ بحر رمل میگیم. اینکه به مثلا مستفعلان بحر رجز میگیم، به مفاعلان بحر هزج میگیم. و این موارد رو مطالعه بکنید و به ذهن بسپارید این اسمهاش رو که ممکنه ازتون پرسیده بشه و شما آمادگی پاسخ دادن بهش رو داشته باشید. خب مبحث بعدی زیبایی شناسی یا همون آرایه های ادبیه که شما 4 درس دارید که در هر فصل 1 درس موضوعش آرایه های ادبیه. بسیاری از این آرایه های ادبی شما پیش از این باهاش آشنا شدید، مثلا تلمیح، تضمین، مراد نظیر، متناقض نما، تضاد. اینا رو همین توی کلاس فارسی یا بعضی هاشون هم در متوسطه اول خوندید و شما مشکلی با یاداوری اون ندارید. مثلا در درس اول شما در فصل اول درس سوم با این آرایه ها آشنا میشید، مراعات نظیر، اینجاست، تلمیح و تضمین. در درس ششم با لف و نش آشنا میشید که شما با پیش از این با لف و نش آشنا نشدید، یک آرایه جدید هست. با تضاد پیش از این آشنا شدید. متناقض نما هم در کلاس 11 مفصل دربارش خوندید، البته که نیاز هست اینجا دوباره مرور بشه. درس نهم خب به اغراق پرداخته، ایهام و ایهام تناسب. شما با ایهام آشنا شدید، با اغراق هم همینطور، اما ایهام تناسب رو فقط امسال خوندید. در درس 12 شما با حسن تعلیل آشنا شدید، پیش از این در کلاس 10 با حسامیزی هم همینطور، و با اسلوب معادله در درس 6 فارسی امسال آشنا شدید و آرایه جدیدی نیست براتون. میبینید که چقدر این آرایه ها آسون هستن. اما بچه ها برای اینکه نمره ای از دست ندید و حد اکثر نمره در این بخش بگیرید، لازم هست که به این نکته هایی که عرض می کنم توجه کنید. یک نکته اینه که حتما بیایید متن درس رو بخونید. مثلا در درس سوم که آرایه مراعات نظیر، تلمیح و تضمین آورده شده و توضیح داده شده، سعی کنید که یک بار از روی درس بخونید. خیلی متن طولانی نیست، یعنی شما میتونید 10 دقیقه ربع ساعت این متن رو بخونید. مثلا گفته بدیع در لغت به معنای تازه و نو هست. در ادب فارسی به مجموعه آرایه هایی گفته میشود که بر زیبایی لفظی و معنای سخن میافزاید، چه آنهایی که با تغییرات آوایی و موسیقایی سر و کار دارند، مثل سج، جناس و ترسیل و غیره، که در حوزه بدیع لفظی هستند، و چه آنها که از لطف تعبیر و زیبایی معنی به وجود می آیند، مثل اغراق، ایهام و تضاد، که بهشون میگیم آرایه های معنوی. پس بدیع به دو دسته آرایه های لفظی یا بخش
زیبایی های لفظی و آرایه های معنوی تقسیم میشن. اونهایی که روی خود کلمه و زیبایی ظاهری یک کلمه تاکید دارن، مثل سج، مثل جناس. جناس شما دو تا کلمه رو روی هم دیگه قرار میدید، ببینید که کدومی که از اینها یک اختلاف با هم دیگه دارن، یا دقیقا مثل هم اصلا معنیشون متفاوته. یا در سج میبینیم که این وزنش مثل همه، این هم وزنش مثل همه، هم پایان حرف پایانش مثل همه، پس میشه سج متوازی و غیره. اینها بهشون میگن آرایه های لفظی یا بدیع لفظی. و اون آرایه هایی که ما به شکل ظاهری خیلی اهمیت نمیدیم بلکه به معنا و مفهومش اهمیت میدیم، بهشون میگیم بدیع معنوی یا آرایه های معنوی. اینو دقت داشته باشید بچه ها، توی سوالات امتحانی هم گاهی وقتا دیده شده که مثلا در بیت زیر آرایه های معنویش رو توضیح بدید یا آرایه های لفظی بیت زیر را مشخص کنید. وقتی گفتن آرایه های لفظی، دیگه شما سراغ اغراق و سراغ تضاد و سراغ مثلا ایهام و ایهام تناسب نرید، یا سراغ اسلوب معادله نرید، و اینها مربوط به معنا هستند، پس آرایه معنوی هستند. علاوه بر این تو قسمت مراعات نظیر، مثلا مراعات نظیر در معنا یعنی چی؟ یعنی تناسب و هماهنگی. از در اصطلاح ادبی آوردن واژه‌هایی در سخن است که با هم ارتباط معنایی غیر از تضاد دارند. ارتباط معناییشون باید چی باشه؟ غیر از تضاد باشه. این که مثلا اگر دو کلمه متضاد سیاه و سفید رو دیدی توی یک بیت، نگید چون به هر حال سیاه و سفید با هم دیگه مرتبط هستند بس مراد نظیره، چون بر پایه تضاد هست. همین، فقط توضیحش همین هست. و حالا مثال های کتاب رو هم بخونید. پس یک نکته این که حتما مرور بکنید مطالب کتاب رو، کمتر از 10 دقیقه وقت شما رو میگیره بچه ها. دوم این که مثال هایی که توی کتاب زده شده رو حتما بخونید. بسیار دیده شده که سوالات امتحان نهایی از همین مثال هایی است که در کتاب آورده شده. مثل اینجا: بیستون کندن فرهاد نکاریست شگفت، شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است. این که شور شیرین، شما دقت بکنید که با این زیبایی های این کلماتی که کنار هم دیگه به کار برده شده. یا قسمت بعد: چترها را باید بست، زیر باران باید رفت. اینها میخوایم مرور بکنیم، شما مرور بکنید این مطالب رو، و ما در قسمت بررسی سوالات مواردی رو که حالا از متن کتاب استفاده شده رو اشاره خواهم کرد. در قسمت تلمیح، اصلا تلمیح یعنی چی؟ یعنی به گوشه چشمی اشاره کردن هست. و در اصطلاح ادبی این که سخنور در کلام خویش به داستان، آیه، حدیث و مثل اشاره کند، نه اینکه عین داستان رو بیاره. اگر مثلا شاعری یک داستان حضرت یوسف رو اومد بیان کرد از ابتدا تا انتها، اون دیگه تلمیح نیست. حتما فقط باید یک اشاره کوتاهی به یا گوشه چشمی به اون داستان داشته باشه. ببینید اینجا مثلا: گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. همین بیت رو بارها توی امتحان نهایی دادن که شما تلمیحش رو توضیح بدید. نگفته که تلمیح داری یا نه، گفته توضیح بدید. توضیحش کجاست؟ همینجا خود پایین همین بیت توضیح داده: شاعر با یادآوری داستان بردار کردن حسین ابن منصور حلاج بر موسیقی معنایی کلام افزوده است. پس به چه اشاره داره؟ به بردار کردن حسین ابن منصور حلاج. و بقیه موارد، مثلا اینجا به کدوم تلمیحش به چی هست؟ به این اینجا مثلا: آن مه که چون منیژه لب چاه می نشست، گریان به تازیانه افراسیاب رفت. اشاره به چیه؟ داستان بیژن و منیژه هست. و بقیه موارد اینا رو که عرض کردم حتما بچه ها رعایت بکنید. یک، متن درس رو بخونید. دو، مثال هایی که هنگام توضیح این آرایه ها آورده شده در کتاب و خود کتاب توضیح داده، اونا رو کامل کامل بخونید. مورد سوم این که کارگاه متن پژوهی رو، یعنی خود ارزیابی ها رو، عذر میخوام، خود ارزیابی ها رو کامل و با دقت بخونید و پاسخش رو بررسی بکنید. و چهارمین نکته که باید بهش توجه بکنید،
کارگاه تحلیل فصل هست. در کارگاه تحلیل فصل سوالهایی داده شده از همون فصل و توضیح آرایه ها رو خواسته. در امتحان نهایی هم بسیاری از سوالات از همین کارگاه های پایان هر فصل هست، کارگاه تحلیل فصل هست که شما اگر اونا رو بخونید با آمادگی بیشتری میتونید سوال ها رو پاسخ بدید و برید سراغ سوالات هر بخش و امتحان رو با موفقیت و نمرات عالی بگذرونید. مثلا این کارگاه پایان فصل یا کارگاه تحلیل فصل یک هست، آرایه های مراعات نظیر، تلمیح، تضمین و تضمین را در بیت های زیر مشخص کنید. ببینید این بیت ها رو داده، اینا رو حتما حل بکنید، حتما پاسخ اینها رو با دقت بخونید بچه ها، که از اینها خیلی سوال داده شده و پرسیده شده. خب این از سه مورد موضوعی که در امتحان از شما سوال پرسیده میشه و اینکه چطوری باید اینا رو بخونید. موضوع اول تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی بود، موضوع دوم موسیقی شعر یا همون وزن شعر بود، و موضوع سوم هم زیبایی شناسی یا آرایه‌های ادبی که دو مورد اخیر 12 نمره داره. بچه‌ها این 12 نمره رو سعی کنید به شکل کامل کسب بکنید و بگیرید. اما مورد چهارم که یا مبحث چهارمی که در امتحان شما خواهد اومد، نقد و تحلیل نظم و نثر هست. متنی بهتون میدن، شعری یا نثری بهتون میدن و ازتون میخوان اون رو گاهی در قلمرو زبانی، گاهی در قلمرو ادبی و گاهی در قلمرو فکری اونها رو بررسی بکنید، تحلیل بکنید. گفتم که زمانی که شما درس چهارم و درس دهم رو میخونید خیلی با دقت نکته ها رو یادداشت بکنید، به خاطر بسپارید، که وقتی متن رو بهتون میدن و تشخیص دادید که مثلا از سبک بیداری هست، بگردید دنبال اون مواردی که مثلا در قلمرو فکری اون فصل بوده و اون موارد رو پیدا کنید، بهش اشاره بکنید. گاهی وقتا هم سوال تر میشه، مثلا که قالب این شعر چی هست. معمولا بچه ها قالب شعر نو از شما میخوان، شعر مثلا قصیده و غزل اینا از شما نمیخوان. معمولا گفتم، ممکن البته قصیده و دو بیتی و چهار پاره هم از شما پرسیده بشه. یا اینکه میپرسن که یک استعاره پیدا کنید، یک تلمیح پیدا کنید، یک مراعات نظیر پیدا کنید، مخصوصا آرایه هایی که در همین کتاب فارسی 12 بهش اشاره شده، اینا رو در قسمت قلمرو ادبی از شما میخوان. در قسمت قلمرو زبانی هم دقت داشته باشید که اگر دیدید متنی زبانش خیلی ساده هست، خیلی امروزیه و زبان نزدیک به گفتار داره، بدونید که نثر دوره معاصر یا انقلاب اسلامی هست. با توجه به اون مطالب و مواردی که میبینید تحلیل بکنید. در یکی دو سال اخیر در پایان هر متن نام نویسنده اون متن یا نام شاعر اون شعر هم داده شده. مثلا متن میدن و در پایانش می نویسن مهدی شجاعی، یا شعری میدن در پایانش می نویسن مثلا قیصر امینپور. خب شما با شعر قیصر امینپور آشنا هستید، یا اینکه میدونید حداقل اینکه قیصر امینپور شعر شاعر دوره معاصر یا ادبیات انقلاب هست. در ادبیات انقلاب، در سبک دوره معاصر یا ادبیات انقلاب، ما چه مواردی رو داریم؟ اینکه آرایه هامون به چه شکلی به کار میره؟ اینکه در قسمت قلمرو ادبی چه مواردی بیشتر شاعران بهش اشاره کردن؟ یا اینکه در قسمت قلمرو فکری شاعر به چه مواردی، به چه مضمونهایی، به چه موضوعهایی بیشتر پرداخته؟ این که مثلا معشوق زمینی هست یا آسمانی هست، این در درس دهم بهش اشاره شده. اون موارد زمانی که درس دهم و درس چهارم رو میخورید، در گوشه از ذهنتون این موردها رو داشته باشید که در بخش چهارم سوالات، یعنی نقد و تحلیل متنها، به راحتی بتونید از این چهار نمره کامل رو بگیرید و با حد اکثر نمرات این درس رو به پایان ببرید. این خلاصه ای بود از این که این کتاب حاوی چه مطالبی هست، امتحان نهاییتون
چطوری سوال بهتون میدن و شما چطوری باید این کتاب رو بخونید و خودتون رو برای این آزمون آماده بکنید. امیدوارم که خیلی خستتون نکرده باشم و این مطالب براتون مفید بوده باشه. در قسمت بعد انشاءالله سوالات رو اینجا من میارم، یکی یکی بررسی میکنیم، پاسخ میدیم، هر بخش رو بخش به بخش هر سوال رو بررسی میکنیم که شما با آمادگی کامل انشاءالله سر جلسه امتحان حاضر بشید. تا فرصتی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و یاور همیشگی شما باشه انشاءالله. خدا نگهدارتون.